سلام دوستان عزیز، خوش آمدید در چینل آشپزی با موبینا. امروز آموزش پیتزای مجلسی را داریم، تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. در یک ظرف 120 میلی لیتر شیره می‌ریزیم. ده گرم خمیر ترش اضافه میکنم. یک قاشق چایخوری نمک. سه قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنیم. دو قاشق چایخوری شکر اضافه میکنیم. مواد مخلوط میکنیم. یک دانه تخم مرغ داریم. زردر از سفید سوا میکنیم. سفید تخم مرغ اضافه میکنیم. دو قاشق غذاخوری ماست اضافه میکنیم. مواد مخلوط میکنیم. سیصد و پنجاه گرم آرد داریم. دو گلاس ما سرپور است و یک گلاس دیگه کمی کمتر است. یک گلاس آرد. گلاس اول انداختم و مخلوط کردم. گلاس دوم اضافه میکنم. حالا 250 گرم آرد اضافه کردیم. و 100 گرم دیگه باقی مانده. صد گرم باقی مانده آرد اضافه میشه. کم کم اضافه میکنم. دیگه خمیر با دست شروع میکنم به جمع کردن. همینطور که میبینی خمیر ما بسیار شل است. نیمه باقی مانده آردم بهش اضافه میکنیم. دوستای عزیز، برای اینکه خمیر در دستشون نچسبه میتونی کمی دستخورا چرب کنی تا راحت بتونی خمیر را مالش بده. حدودا 5 دقیقه من خمیر را ورز میدم یا مالش میدم.
دوستان خمیر را به خاطر اینکه راحت تر ورز بدم، من در روی میز کمی آرد پاشیدم و خمیر را ورز میدم و مالش میدم. بعد از اینکه 5 دقیقه ما تمام شد، روی یک ظرفه کمی روغن میریزیم و خمیر را میمانیم به مدت 45 دقیقه تا استراحت کنه. مرچ دلمه سبز و سرخ، سوسیج و جعفری داریم. فلفل دلمه سبز و قرمز از مابین دو نیم میکنیم و نصفش برای زیپیسای ما کافیه. فلفلای دلمه را خرد میکنیم. همینطور دیدی فلفلای دلمه را خرد کردیم و حالی نوبت به سوسیج رسیدم. دوستان عزیز، سوسیج یا سوسیج در هر اندازه ای که شما دوست دارین میتونید خرد کنید و به هر مقداری که دوست دارین میتونید داخل از این پیساخو استفاده کنید. مقداری سبزی جعفری داریم که سبزی جعفری را هم خرد میکنیم. بعد از 45 دقیقه خمیر ما رسیده، خمیر ما که رسیده روی ظرف چرب بود و خمیری در ظرف نچسبیده. خمیر از داخل ظرف بیرون میکنیم و روی میز کمی آرد پاش میدیم و خمیر را باز میکنیم. خمیر را طوری باز میکنیم که همه اطراف خمیر ما یکسان باز شود. بعد از اینکه خمیر ما باز شد، در پتنوس داش یک دنه کاغذ میمانیم و خمیر را در روی کاغذ میذاریم. بازی کارد پیسا بوری قسمت وسط خمیره برش میدیم به صورت جمع و دوباره دو تا برش دیگه از قسمت وسط میدیم به صورت زبدری و خمیره در چند قسمت تقسیم میکنیم. بعد از اینکه قسمت وسط برش دادنش تمام شد، مرچای دلمه را در روی خمیر میچینیم. همینطور که میبینید و حالی سوسیس یا سوسیج روی پاپریکا ها میمانیم. حال فلفل دلمه ساوز یا مرچ دلمه ساوز روی مواد میچینیم. بعد از اینکه فلفل ساوز یا مرچ دلمه ساوز ما خلاص شد، نوبت ساوزی جعفری خرد شده میشه که روی مواد میرسیم. و در قسمت آخر پنیر پیتزا به هر اندازه‌ای که شما عزیزان دوست داشته باشین روی مواد میمانیم. همینطور که میبینی یکی از برش های قسمت وسط فر میداریم و با دست دیگر قسمت گوشه
خمیره کمی بالا میکنیم و خمیره از قسمت مابین که کشیدیم در قسمت زیر خمیر وصل میکنیم. موقعی که قسمت های وسط در زیر خمیر وصل میکنید کمی فشار بدین تا موقع پختم و همدیگه وصل بمانه و از همدیگه سوا نشن. همینطور که دیدین همه قسمت های خمیره ما وصل کردم. یک دونه زرده تخم مرغ که داشتیم با یک قاشق شیر مخلوط میکنیم. تخم مرغ و شیری که با هم دیگه مخلوط کرده بودیم با برس روی قسمت های خمیر که مینگرین میمالیم. همینطور که میبینید پیتزای ما بسیار زیباست و شبیه گل و میتونید در مجالس و مهمانی های خودتان درست کنید. و یک غذایی است که همگی دوست دارد، کوچیک و بزرگ گرفته، مخصوصا کودکان که بیشتر از همه عاشق از غذا هستند. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو خوشتان آمده لطفاً با لایکتان از چینل من حمایت کنید و میتونید ویدیوهای من را با دوستانتان شیر کنید و به اشتراک بگذارید. بعد از اینکه همه قسمت‌ها را ما تخم مرغ زدیم روی گلبرگ‌های گل ما را میتونیم با سیادانه تزئین کنیم و کمی سیادانه پاش میدیم. دوستان عزیز، سلقه دوست داشتین میتونین کنجد پاش بدین و پیسار داخل داش که قبلا گرم کردیم با دمای 200 درجه به مدت 25 دقیقه میمانیم تا پخته شوند. دوستان عزیز، پیسار در قسمت وسط داش پخته کنید و بعد از 25 دقیقه ما از داخل داش در آوردیم. همینطور که میبینید بسیار رنگ خوبیش و اشتها بر و نرم خوشمزه و بسیار عالی هستش. دوستان عزیز، یک قسمت چرا حال ما بریش دادم و امتحان میکنم. همینطور که میبینی با ناخن فشار میدم و بافته بسیار اسفنجی و نرم داره. امیدوارم شما دوستان عزیزم این پیسای خوشمزه را در خانه تیار کنید و همراه فامیل و دوستان نوش جان کنید. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو من خوشتان آمده لایک کنید، چینل خواهرتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی من را داشته باشید.